ساختن چاهای مصنوعی به خاطر جذب آب، کندن تپه ها، بند کردن دریاچه ها و چشمه ها به خاطر از اینکه ما بخوایم آبهای زیرزمینی خود را تقویه بکنیم، یک کار غیر مسلکی و غیر علمی از لحاظ انجینری می باشد. به نام یاد الله دوست عزیز، سالهای قبل ما شاهد از این بودیم که یکی از اداره ها در شهر کابل به خاطر از اینکه آبهای زیرزمینی را تقویه بکنن، رفتن به میلیون ها افغانی سرمایه ملی را حیف کردن و بیجا مصرف نمودن به خاطر از اینکه ما میخواهیم آبهای زیرزمینی را تقویه بکنیم، در حالی که این کارشان مثل که شما در تصویر میبینین، این کارشان هیچ منبع علمی و ساینتیفیک انجینری نداره. اگر ما بخواهیم که آبهای زیرزمینی را تقویه بکنیم، راهها و فاکتورهای بسیار متعدد را علمهای انجینری برشان پیشنهاد نموده که ما آبهای زیرزمینی را تقویه بکنیم، نه این کاره که بیاین تپه ها را کندنکاری بکنن و آب طول و عمق های مختلف کندنکاری کردن که متاسفانه این کارشان باعث ازی شد که آبهای سطحی قطع شود و کم شود، که ما شاهد ازی هستیم که امروز دریای کابل کمترین آب را در نسبت به سالهای گذشته داره و همچنان شاهد ازی بودیم که بند قرقه و چی اندازه آبش پایین آمده. چرا این آب پایین آمده؟ چرا دریای کابل امروز کمترین آب خود را داره؟ به این خاطر که برنامه غیر منظم و غیر مسلکی باعث ازی شد که آبهای سطحی ما را کم بکنه. آبهای سطحی، آب چشمه ها، آبی که در بندها ذخیره میشه، این خود باعث تقویه آبهای زیرزمینی به شکل بسیار مفیدش است. امروزه در جهانهای پیشرفته هیچ یکی از کشورها را ما شاهد از این نبودیم که بیاین تپه های خود را کندنکاری بکنن که ما میخواهیم آبهای زیرزمینی را تقویه بکنیم و آب ما ضایع نشه. نخیر، این باعث از این میشه که آبهای سطحی ما خشکانیده شود، مثل که آب دریاها کم میشه، آب بندها کم میشه، آب چشمه ها و چشمه‌زارها کم میشه. کار را که شما میبینین از لحاظ انجینری، من قبلا هم برای شما گفتم که هیچ یکی از منبع ساینتیفیک علمی از لحاظ انجینری نداره، بلکه باعث از بین رفتن آبهای سطحی ما و بندهای ما میشه. خب چه قسم میتونیم ما آبهای زیرزمینی خود را کنترل کنیم، مدیریت بکنیم و حفظ بکنیم؟ راه حل های بسیار موثر علمی وجود داره که ما میتونیم آبهای زیرزمینی خود را تقویه بکنیم، حفظ بکنیم. چه قسم؟ ساختن خود بندها یکی از علل مهم و اساسی به خاطر بندهایی است که ما میتونیم آبهای خود را حفظ بکنیم و این خود باعث از این میشه که آبهای زیرزمینی ما را نیز تقویه بکنه. دو مسئله ای است به خاطر تقویه آبهای زیرزمینی، کنترل ضایعات آب دریاهاست. چه قسم ما میتونیم که ضایعات را که آب در دریاها وجود داره را کنترل بکنیم؟ مثلا ساختن دیوالهای استنادی در بعضی از ساحاتی که آب منحرف میشه، ای باعث از این میشه که آبهای زیرزمینی خود را ما میتونیم کنترل بکنیم. مسئله دیگه ایشی است که آبهای خود را رایگان به همسایه ها نتیم، آبهای خود را رایگان هدر نتیم، ای میتونه که باعث تقویت آبهای زیرزمینی شوه و رایل های بسیار مختلف ساینتیفیک و علمی در انجینری وجود داره که ما میتونیم آبهای زیرزمینی خود را هم حفظ بکنیم و هم تقویت بکنیم.